برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نیروهای گارد ساحلی ترکیه 84 مهاجر غیرقانونی را در نزدیکی سواحل شهرستان آیواجی که در جنوب غرب استان جنا قلعه در غرب این کشور نجات دادند. خبرنگار آناتولی شامگاه روز یکشنبه 11 تیر در این باره گزارش داد که نیروهای گارد ساحلی این کشور قایق‌های بادی حامل مهاجران غیرقانونی را در سواحل شهرستان آیواجی که مشاهده کردند و به دنبال آن نیز 3 قایق گارد ساحلی برای نجات آنها اعزام شدند. بر اساس این گزارش مهاجران مذکور که دارای تابعیت افغانستان هستند توسط نیروهای یونانی به سمت آبهای سرزمینی ترکیه رانده شده بودند و پس از آنکه نجات یافتند به مرکز بازگرداندن اتباع خارجی تحویل داده شدند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که همه‌گیری کووید 19 تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر سلامت روان کودکان و نوجوانان سراسر جهان داشته و دختران مدارس بزرگسالتر بیشتر و بیشترین آسیب را دیدند. دفتر منطقه این نهاد جهانی در اروپا با نشر گزارشی اعلام کرد که این امر نیاز به دخالت هدفمندانه و توسعه سیستم‌های حمایت روانی برای کاهش عواقب طولانی مدت را می‌طلبد. سازمان جهانی بهداشت همچنین گفته آنچه نگران کننده است این است که نوجوانان از خانواده‌های کمتر مرفه بیشتر در معرض تأثیرات منفی کرونا بر زندگی خود هستند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید که بیش از 6700 زبان در سراسر جهان صحبت می شود، اما دست کم 40% از این زبان ها در معرض خطر فراموشی قرار دارند. یونسکو روز دوشنبه 12 تیر در توییتی نوشته است که کلاس‌های درسی نقشی حیاتی در زنده نگه داشتن زبان‌ها دارد. یونسکو از کشورها خواسته است که آموزش مبتنی بر زبان مادری را اجرا کنند.